کیوان، یک سوالی که به نظر میاد که خیلی از بینندگان ما هم براشون پیش اومده، به خصوص کسانی که میتونن از رسانه‌های مختلفی خبرها رو دنبال بکنن، این هستش که چرا این عددها با هم فرق داره؟ چرا در مورد اینکه چه کسی پیش هست، چه کسی کدام ایالت رو از آن خودش کرده، هماهنگ نیستن و خبرها هماهنگ پیش نمیره؟ فرناز، علت اصلیش پوشش رسانه‌ای استثنایی ایالات متحده و انتخاباتش هست که هیچ شباهتی به دیگر انتخابات نظام‌های جمهوری شبیه به این نداره. آنچه که ما به عنوان نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در رسانه‌ها بازتاب می‌دیم، آمار رسمی شمارش آرای این انتخابات نیست. تک تک اینها برآوردهای رسانه هاست در ارتباط با نتیجه‌ای که در اون ایالت قراره به دست بیاد. به عنوان مثال، آنچه که من بر روی این دیوار نشون میدم در برنامه‌های تلویزیون فارسی بی بی سی، برآورد سازمان رسانه‌ای بی بی سی هست. این سازمان‌های رسانه‌ای مختلف امکان داره از روش‌های مختلفی استفاده بکنن و زودتر یا دیرتر به این نتیجه برسند که میتونن پیش‌بینی بکنن که در ایالت‌های مختلف چه وضعیتی امکان داره رخ بده. مثالی که میتونم بزنم ایالت آریزونا هست. بی بی سی همچنان معتقده که نمیشه، زود هست که بتونیم پیش‌بینی بکنیم که آیا بایدن در این ایالت برنده شده یا ترامپ. اما مثلا شبکه خبری فاکس نیوز یا خبرگزاری آسوشیتد پرس خیلی زودتر به این نتیجه رسیدند که میتونن پیش بینی بکنند و بر اساس اطلاعاتی که داشتند و داده‌ها و تحلیلی که داشتن از وضعیت ایالت آریزونا، تحولات سیاسی اجتماعی این ایالت، اون شهرستانی که ایالتاش درش باقی مونده و تغییرات جمعیتی که در 4 سال گذشته در اونجا رخ داده، پیش بینی بکنند که آرای باقی مونده بیشترش به حساب آقای بایدن خواهد رفت. ما این اطلاعات رو در دست نداشتیم و در نهایت هنوز به این نتیجه نرسیدیم که با اطمینان میشه گفتش که آقای بایدن در این ایالت پیش در واقع برنده خواهد شد، وقتی که باقی مانده یا آرا هم شمارش بشه. چرا که از نظر ریاضی به راحتی اگر اون آرای باقی مونده شمارش بشه، این در واقع فرصت و امکان همچنان برای آقای دونالد ترامپ هست که در اون ایالت بیشترین رأی رو به دست بیاره و آرای کالج انتخاباتی اون ایالت رو از آن خودش بکنه. در نهایت آنچه که در اینجا می‌بینیم، همونطور که گفتم، برآورد رسانه‌هاست و آمار رسمی به عنوان سرتیفاید ووت این انتخابات برای تک تک این ایالت‌ها هفته‌ها دیرتر اعلام خواهد شد. فرناز.